لحظه یعنی چی؟ ذهن آگاهی یعنی وقتی که تو توی لحظه حضور پیدا میتونی زندگیت رو خلق کنی. امروز اینجام که به توی تلنگری بزنم که شروع کنی به جمع کردن اطلاعاتی که میتونه به تو کمک کنی توی لحظت حضور داشته باشی. تمرین ها وجود داره، تمرین هایی که توی کانالم راجبش صحبت کردم، ولی اینجا میخوام چند تا نکته پررنگ تر بهت بگم. میدونی حضور در لحظه یعنی چی؟ صبح از خواب بیدار شدی، میری سراغ این که یه لیوان آب بخور، یه قلوب قلوب خوردن آب توی گلود که سر میخوره و میره پایین، گوش کن، احساسش کن، دمای آب رو حس کن. حضور در لحظه یعنی یک روز کاری پرمشغلت رو کنار بذاری و بری پشت یه پنجره بشینی و به برگای درخت روبرو نگاه کن. برو رقص برگا رو نگاه کن بدون اینکه به گرفتاری ها و بدبختیات فکر کنی. به چیزی که داری میبینی فکر کن. لحظه ای تعمق داشته باش. قرار نیست برای رسیدن خودت به سعادت، به خوشبختی و موفقیت کار خاصی انجام بدی. پول خرج کنی، روی خودت تمرکز، افکارتو مشاهده کن، ناظرشون باش. از صبح که بیدار میشی تا آخر شب چه اتفاقی میفته؟ به چه چیزایی داری فکر میکنی؟ زمانت رو برای چه افکاری داری میذاری؟ تو میتونی ورودی های ذهنتو کنترل کنی. میتونی انتخاب کنی چه شبکه تلویزیونی رو نگاه کنی. میتونی انتخاب کنی چه دوستی رو ببینی. میتونی انتخاب کنی چه کتابی رو بخونی. تو میتونی انتخاب کنی، میتونی اون تلویزیون رو خاموش کنی. تو قدرت داری. آره، قدرت داری هر کاری رو که توی زندگی فکر میکنی ناممکنه انجام بدی. ولی نه، هیچ کدوم بدون تمرین به دست نمیاد. آره، همه این قدرت ها رو داری، ولی فقط راهشو بلد. تو میتونی به هر چیزی که میخوای بدون واسطه قرار دادن پول به دست بیاری. پول یک معیار جهانی شده توی دنیای ما که میتونی در ازاش چیزی رو دریافت کنی. ولی واقعیت اینه که تو میتونی بدون پول این کار رو انجام بدی. پول فقط یک زبان مشترکه که اون معیاره بشه معیار اصلی و یه دونه در کل جهان. ولی راه‌های زیادی وجود داره برای رسیدن به خواسته ها. پول تنها یکی از دلایل قابل فهم و منطقیه. تو میتونی به خیلی چیزا دست پیدا کنی، باور کن. ولی حالا چه تمرینایی برای این کار لازم؟ تو میتونی هر روز به ساده ترین شکل ممکن تمرین انجام بدی که خودت رو قدرتمندتر بکنی، که آگاه تر باشی نسبت به زندگی، نسبت به کارهایی که میخوای انجام بدی. و با اون تمرین ها میتونی خوشحال ترین باشی. قول میدم اگر تمرین های حضور تو لحظه رو انجام بدی، الانی که اینجا نشستی داری این ویدیو رو نگاه میکنی، فقط و فقط فکر رو ذهنت پیش این ویدیو باشه و داری یه ویدیو نگاه میکنی. نه در حین آشپزی کردن. وقتی نشستی با یکی از دوستات داری حرف میزنی، چایی میخوری یا هر کار دیگه ای میکنی، فقط اون کار انجام بده. اگه قراره آشپزی کنی، فقط آشپزی کن. به این فکر نکن که هزار تا بدبختی داری الان باید کدوم رو بری اول حل کنی. میخوای اون غذا رو بخوری. اون غذا قراره وارد جسم و جان تو و اعضای خانوادت بشه. پس به چیز دیگه ای فکر نکن. اون لحظه باش. تو این لحظه ها بودن، تو این تک تک لحظه ها بودن زندگی تو رو میسازه. تمرینش کن. اگه بخوای من بهت کمک میکنم. بهت کمک میکنم که تمرین کنی. کمک میکنم که تمرین ها رو بشناسی. بهت کمک میکنم بیشتر لحظه ها تو بغل کنی. اون قدرتی رو که درون تو وجود داره میارم بهت. قول میدم اگر بخوای، فقط اگر بخوای، من بهت کمک میکنم.